درود بر بینندگان گرامی تلویزیون میهن. آرزو میکنم هر جا که هستید و برنامه ما را تماشا میکنید تندرست، پویا و شاد باشید. پری عسکری هستم و با چهارمین برنامه از مجموعه برنامه های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدای برنامه درود میگویم خدمت جناب بهبهانی گرامی مدیر تلویزیون میهن و از ایشان تشکر میکنم به خاطر کارگردانی فنی برنامه و همچنین درود میگویم به میهمانان گرامی برنامه آقایان علی اصغر حقدار پژوهشگر و نویسنده کتابهای بسیار و به خصوص عباس میرزا و بنیادهای مدرنیزاسیون در تبریز و رضا پرچیزاده نویسنده و فعال سیاسی. در برنامه این هفته قصد داریم در مورد تجددگرایی، مدرنیزاسیون و مدرنیز با میهمانان برنامه گفتگو داشته باشیم و سیر تحولات آن را در تاریخ معاصر ایران بررسی کنیم و ببینیم چه کسانی و در چه زمانهایی برای تجددگرایی و مدرنیز تلاش کردند و به چه نتایجی رسیدند و احیاناً چه کسانی و به چه دلایلی بازدارنده این تحولات بودند و هنوز هم هستند. اگر وقت برنامه اجازه دهد به نقش جامعه در این موارد نیز خواهیم پرداخت. با اشاره به سخن عباس میرزا که به ضعف ارتش خود از نظر نظم، تکنیک و تاکتیک پی برده بود و خطاب به نماینده ناپلئون گفت: اجنبی سخن بگو، من چه باید بکنم؟ خورشید که طلوع می کند اول بر ما می تابد و بعد به شما. خداوندگار عالم هم که نباید به شما بیشتر از ما لطف و نظر داشته باشد. پس چگونه است که شما خوب می جنگید، این همه تجهیزات و ادوات دارید و ما نداریم؟ برنامه را دنبال می‌کنیم با پرسشی از جناب آقای حقدار. لطفاً جناب حقدار، نظری گذرا به واژه‌های تجددگرایی، مدرنیزاسیون و مدرنیست داشته باشید و سپس بفرمایید اولین آشنایی با تمدن مدرن از چه راهی به دست آمد و چه عواملی باعث شناخت این تمدن شد؟ سپاسگزار میشوم، میشنویم شما را. درود میفرستم بر شما و آقای پرچیزاده. خدمتتون عرض کنم که سه مفهومی که مورد نظر مدرنیته و مدرنیزاسیون و مدرن بودن یا مدرنیزم محصول تمدن مدرنیه. تمدن مدرنی که بر پایه رنسانس و اصلاح دینی و گذر از نظام به اصطلاح اداره جامعه کلیسایی در قرون وسطی به وجود اومد و خودش را نسبت به ما قبل خودش تمدن مدرن نامید. البته در تعبیری از این مفاهیم اختلافاتی است. اون چیزی که من میفهمم مدرنیته به معنی لایه‌های به اصطلاح نرم افزاری یا فکری و معرفتی تمدن مدرنیته است. مدرنیزاسیون به معنی نهادهای اجرایی یا نهادهای صنعتی و آموزشی و دانشگاهی تمدن مدرن تعبیر میشه و مدرنیسم لایه‌های هنری و ادبی تعبیر گفته میشه. به این تعبیر این سه تا با هم متفاوتن، اگرچه در دوره‌ای که ورود این مفاهیم رو در ایران شاهد بودیم تمامی اینا رو به عنوان تجدد لحاظ میکردن. دوره ای که این مفاهیم وارد ایران میشه در حقیقت دوره دهه اول قرن 19 میشه. اولین مفاهیم دنیای مدرن رو ما در سفرنامه هایی میبینیم که برخی از ایرانیان راهی دیار فرنگ شدن و با دیده ها و شنیده هایی که اونجا داشتن و ثبت اونا در سفرنامه هاشون مفاهیم اولیه
دنیای مدرن را به ادبیات فارسی و جهان ایرانی وارد کردم، مثلا کلمه پارلمان و نمیدونم آزادی های اجتماعی و یا مثلا کارخونه هایی که دنبال صنعتی شدن بودن و صنعت های جدید و ارائه می کردن، برخلاف دوره‌ای که دوره اقتصاد معیشتی در ایران بود. بله، سپاسگزارم جناب حقدار. از آقای پرچیزاده میپرسم، آقای پرچیزاده، جدال بین سنت و مدرنیته را از نظر سیاسی و دینی چگونه ارزیابی میکنید و اثرات فرهنگی آن بر جامعه را نیز لطفاً تشریح کنید، توضیح دهید؟ ممنون میشم. بفرمایید. بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عسکری عزیز، آقای حقدار، آقای بهبهانی و بینندگان گرامی میهن تیوی در سرتاسر جهان. من اجازه میخوام ادامه صحبت آقای حقدار رو بگیرم و در همون بین به پرسش شما هم پاسخ بدم که در باب در حقیقت مدرنیته و مدرنیزاسیون و مدرنیسم و اینا شما ازشون پرسیدید و به خوبی پاسخ دادن. یکی از مشکلات عمده میشه گفت فرهنگ مدرن ایرانی، همونطور که قبل از برنامه هم داشتیم با هم صحبت میکردیم راجبش، اینه که هنوز به تفکیک مفاهیم دست پیدا نکرده و این چیزیه که در غرب وجود داره و یکی از دلایل پیشرفت فرهنگی و در عین حال تکنولوژیک اینه تونسته مفاهیم رو تفکیک کنه، تخصصی کنه، ریز به ریز مسائل رو بررسی بکنه. یکیش هم همین تفکیکیه که شما الان تو سوال خیلی خوبتون مطرح کردید و آقای حقدار هم به خوبی جواب دادن. منم میخوام بهش اضافه کنم که در باب مدرنیته و مدرنیس و مدرنیزاسیون تفاوت‌هایی وجود داره، گرچه اینا همه توی یه خانواده تعریف میشن. مدرنیته بیشتر ساختارهای میشه گفتش که مادیه، جاده است، خدمتون عرض بکنم کارخونه است، اقتصاد، مظاهریه که به صورت فیزیکی حتی معماریه میتونید ببینید، اینا رو بهش میگن مدرنیته. من خیلی کلی دارم میگم. مدرنیسم به جنبه‌های ابسترکت یا انتزاعی بیشتر برمیگرده، فلسفه است، ادبیات، حالا جلوتر میایم جامعه شناختیه، کلا علوم معرفتی و فرهنگیه. بعد پروسه ای که همه اینها را یا فرایندی که همه اینها را اتفاق میندازه یا به عمل تبدیل میکنه مدرنیزاسیونه، مثل همون اینداستریالیزاسیون که صنعتی شدنه. این سیون تو فرانسوی یا شن تو انگلیسی به معنای تبدیل شدن پروسه به عمله. اینه که بعضی وقتا اینا با هم قاطی میشه. ببینیم مثلا، حالا الان نمیخوام از دوره تاریخیمون فاصله بگیرم چون ما قرار بود راجع به دوره پیشا مشروطه حرف بزنیم، ولی بالاخره الان بحث مفاهیمه، مفاهیم هم لزوما نمیشه توی یه برهه خاصی گنجوند و دیگه از اونجا خارجشون نکرد. اینا امتداد دارن و تاثیر تاریخی دارن. مثلا این بحث مدرنیته و مدرنیزاسیون یکی از اختلافهایی که هواداران حکومت سلطنتی سابق با امثال بنده دارن. دیگران را اسم نمیارم، خود شخصا از خودم. ببینید، پهلوی در مدرنیته خیلی خوب کار کرد بعضا. یعنی ایران را از یک کشوری با زیرساختهای مادی سنتی به یک کشور مدرن تبدیل کرد. کارخانه ساخت، جاده ساخت، پل ساخت، نمیدونم شهر را آباد کرد، سینما ساخت. ولی وقتی نگاه میکنید ببینید در باب فرهنگ سیاسی، در عین اینکه باز هم به جلو حرکت کرد ها، یعنی اینو باید آدم اعتراف کنه، به خصوص وقتی با حکومت فعلی داخل ایران مقایسش میکنی، پهلوی بسیار پیشرو بود. اما در باب معیار کلی خدمتتون عرض میکنم که پهلوی در حالی که به مدت طلاق مدرنیسم را زیاد اینجا بهش اهمیت نداد، یعنی باب فرهنگ سیاسی، دموکراتیزاسیون، پارلمانتاریسم، مسائلی که در غرب اهمیت داره،
و همین باعث شده که مردم قبل راحت‌تر زندگی کنن، امنیت روانی داشته باشن، امنیت شغلی داشته باشن. نه فقط به خاطر پول و کارخونه و هواپیما نیست. فکری هم که از اینا استفاده میکنه فکر مثبتیه و دنبال زور و نمیدونم یقه گیری و دیکتاتوری و اینجور چیزا نیستش. اینه که در باب همون، حالا میخوام بگم این دقیقا تو همون مسئلهی که شما الان مطرح کردید که مدرنیته و مدرنیسم و خدمتون عرض کنم تجددگرایی ربطش با دین و فرمود دیگه چیه؟ یه چیزی گفتید با دین رابطه چیه؟ مسئله همینه. ما این مشکل رو داریم، بازم با آقای حقدار داشتیم پیش از این صحبت میکردیم که ما مظاهر مدرنیته رو داریم ولی عملا فرهنگ مدرنیسم رو اینجا نداریم و این باعث شده که با این همه مجتمع های تجاری بزرگی که در ایران داریم و مالتی کامپلکس های سینما های نمیدونم پنج سالونه داریم و خدمتتون عرض کنم بهترین تکنولوژی ها در تهران و در ایران یافت میشه، اما ببینید وضعیت مملکت به طور کل رو به قهقرا است. چرا؟ چون ما هنوز این فکرمون این فکر شیعه‌گری است در حقیقت. ما پاجرو زیر پامونه و نمیدونم اپل استفاده میکنیم، انواع و اقسام موبایل و کامپیوترهای مدرن رو، ولی با چه فکری از اینا استفاده میکنیم؟ اینه که میخوام بگم ما همه اونها رو هم داشته باشیم، یعنی جنبه های مدرنیته، ولی مدرنیسم نداشته باشیم نتیجهش همین میشه که هست. و این چیزیه که از همون بعد از مشروطه، حالا هی من جلو جلو از بعد از مشروطه اینه هی داشتیم میام خدمتتون آقای عقدان قطعش میکنم چشم اومدیم جلو، یعنی منورالفکرهای دوره قاجار پیش از مشروطه اینا فکرشون این بود که هم تکنولوژی لازمه هم فرهنگ مدرن لازمه، ولی ما به بعد از مشروطی که میرسیم انشعاب میشه، یه گسستی ایجاد میشه و میره به سمت اینکه فرهنگ مدرن زیاد اهمیت داده نمیشه بلکه باش دشمنی میشه به خاطر مسائل بسیار، ولی میگن تکنولوژی رو باید بیاریم و به اصطلاح بومی سازیش کنیم و اینا، نتیجهش هم همین موشکایی میشه که الان ما تو ایران میبینیم. این میشه تکنولوژی بومی شده، چیزی که برای مرگ و نابودیه نه برای آبادسازی و برای کارهای مثبت. من معذرت میخوام در خدمتتون هستم. من نظرم این بود که اگه بخوایم جمع کنیم بین حرفای شما و سوالی که خانم عسکری کردن، تلقی اینه که یه تمدن سنتی که مبتنی بر دین باوریه و احکام شریعت برخورد میکنه با یه تمدنی که منطبی بر چیز حقوق طبیعی انسانها و قراردادهای اجتماعیه. اینو من تلقی میکنم چالش بین سنت و مدرنیته یا تمدن پیشین ایران و تمدن مدرنی که از غرب و اروپا داره میاد. این آوردگاه اولیش به نظر من در انتقال مفاهیم مدرن یا دنیای مدرن همانطوری گفتم سفرنامه هایی است که در دوره اولیه چیز حکمرانی قاجاریه نوشته میشه و منتقل میشه به فرهنگ جامعه ایرانی، اما بازم اولین جایی که اینا خودشونو نشون میدن به صورت اولیه و نطفه های اولیه که جوانه میزنه در دارالسلطنه تبریز و توسط عباس میرزاست. کسی بوده که عباس میرزا کسی بوده که اینا رو میگیره و میفهمه که ضرورت زمانه اینه که جامعه ایران دارالسلطنه تبریز نمیدونم اون اصطلاحاتی که اون زمان کاربرد داشته ایالت آذربایجان باید مدرن بشه و اون ضرورت هم از اینجا ناشی میشه که در جنگ‌های بین ایران و روسیه ایشون درگیر بوده و میفهمیده که با گواهی که از دوران سنتی به ارث برده نمیتونه مقابل روسیه تزاری استادگی کنه. از یه طرف هم ارتباطاتی داشته با اروپاییانی که رفت آمد میکردن، چه به عنوان مثلا سفرا چه به عنوان جهانگردان. فراموش نکنیم که سرزمین آذربایجان در حقیقت منطقه جغرافیایی تلاقی بین شرق و غربه. از قدیم جاده ابریشم از اونجا رد میشد و خصوصا تبریز، و به همین خاطره که در مفاهیمی که از اون دوران به یادگار مونده و الان هم کاربرد داره پل طلایی بین شرق و غرب و اصطلاح میکردن به آذربایجان و تبریز. تمام اولین ثمره های برخورد تمدن ایران یا فرهنگ پیشین ایران با تمدن مدرن غرب در این منطقه اتفاق میفته
و از اونجا هست که از دارالسلطنه تبریز هست که مسائل مدرن پیش میاد. مثلا نمونه‌ای که عباس میرزا در ایجاد ارتش منتظم ملی و جدید پایه‌گذاری میکنه، حتی ایشون اونقدر دقیق بوده که مفاهیم نظامی که به کار میبرده مفاهیم جدید بوده، یعنی سابقه‌ای در فرهنگ سنتی سرزمین ایران یا حتی خود آذربایجان نداشته. این اولین پایه‌های مدرنگرایی یا مدرنیزاسیون هست و بعد از اون و همزمان با اون هست که مفاهیم مدرنیته بیشتر شکل میگیره و به نوشته های فارسی و ترکی وارد میشه. در همان دوران هست که اولین کسی که پایه‌گذار فرهنگ مدرن یا معرفت مدرن یا به تعبیر خود من مدرن اندیشه است، میرزا فتحعلی آخوندزاده است که بعد از اون دیگه سیر بعدی مدرنیته یا مدرن اندیشی در ایران شروع میشه. من حرف بزنم ادامه که آخوندزاده در حقیقت خودش میاد حتی فرمهای ادبی غربی را هم میاره به ایران، نمایشنامه می نویسه از طریق اون چیزی که از سمت روسیه میاد و دریافت میکنه، چون روسیه هم تازه اون موقع داشت مدرنیزه و یوروپیانایز یا اروپایی میشد، مفاهیم دراماتیک رو وارد میکنه. ببینید فقط فرم ادبی نیستش، یه نکته خیلی مهمه، ژانرهای ادبی هر کدومشون یک گونه معرفت شناختی ارائه میدن. ما در ایران، در تاریخ ایران درام نداریم، البته مشابهاش داریم، حالا نمیخوام اونا وارد بشم، ولی درام یک فرم غربیه، فرم دیالوگ برقرار کردن دیالکتیکه، یعنی شما راوی تو درام ندارید، یعنی اصولا ممکنه گهگداری یه نیمچه راوی هم تو درام و نمایش باشه، ولی ذاتش ذات گفتگوه. یکی از مسائلی را که در فرهنگ غرب مایه پیشرفته در حقیقت فرهنگ میدونن و همون مدرنیسم میدونن، اینه که غرب فرهنگش درام محور بود، ادبیاتش درام محور بود. ما ایرانی‌ها مثلا موزه محوریم، ولی تو غرب فرم دیالوگی وجود داره، تو درام کاراکترها، شخصیت‌ها با هم حرف میزنن، یکی یه چیزی میگه، یکی جوابشو میده، تا در نهایت بعد از این حالا دعوا یا مشاجره یا گفتگو سر یه نقطه‌ای بهتری، اگر توجه کرده باشید بیشتر حک دادنه، یعنی برای همین ما مذاکره برامون خیلی دشواره، و اینکه سر یک نقطه‌ای با وجود همه اختلافا بتونیم به اشتراکاتمون دست پیدا بکنیم. اینم از کارهاییه که آخوندزاده میکنه، از اولین درام‌ها رو وارد بفهمید. بله آقای فرشاد درسته. ببینید اولین رمانی که آخوندزاده به زبان ترکی می نویسه و خودش ترجمه می کنه به فارسی 1875 میلادی نوشته میشه. اولین درام هایی که ایشون می نویسه بازم به زبان ترکی و فارسی 1850 و اولین نقد اجتماعی و دینی و سیاسی که ایشون می نویسه به عنوان مکتوبات کمال الدوله 1866. یعنی در حقیقت این بنیان مدرن اندیشی رو در این سرزمین میگذاره. بعد از اون مسائل دیگه پیش میاد که لایه‌های مختلف مدرنیته در ایران وارد میشه یا به تعبیری تمدن مدرن رو جذب میکنه فرهنگ و جامعه ایران، از جمله مثلا روزنامه نگاری. باز ما این چیزها رو مدیون دوره عباس میرزا هستیم. اولین دانشجویان به اصطلاح امروز که از اروپا برمیگردن، یکیش میرزا صالح شیرازیه، کسیه که در سفرنامه خودش مفاهیم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دنیای مدرن رو منتقل کرده و با خودش اولین چاپخونه رو میاره به تبریز و اولین روزنامه به عنوان کاغذ اخبار در تبریز منتشر میشه. در کنار اون بازم به خاطر چیز نوگرایی و تدبیری که عباس میرزا داشته، اولین به اصطلاح جلسه یا مجمع مشورتی تشکیل میشه و این اولین چیز جوانه‌ای هست که منجر میشه به اولین پارلمان و مجلس شورایی که در دوره مشروطیت ایجاد میشه. بازم در همون دوره به استناد اسناد تاریخی و تاریخ نگاری اون دوران ما داریم که اولین کسی هست که عباس میرزا به یه تفکیک واقعی بین دین و سیاست میرسه
یه خاطره مروزی نقل میکنه وقایع نگار عباس میرزاست، میگه در دارالسلطنه تبریز ایشون نشسته بودن با یه جمعی راجع به مسائل سیاسی صحبت میکردن، یه آخوندی هم اونجا بود با اما و اینا، وسط یک بحث ایشون یه اظهار نظری یا به قول خود آخوندها یه اظهار لحیه‌ای کرد، عباس میرزا با چوبی که کنارش داشت بلند کرد و سر این آخوند زد، گفت وظیفه تو احکام نجاست و طهارت گفتنه، این وظیفه ما هاست. ببینید اگر بخوایم یه مقدار مثلا تقلیلگرایی رو مراعات کنیم، این اولین چیزیه که تو ذهن عباس میرزا اومده که دین باید از سیاست جدا باشه. همانطور که در تکمیل این نوگرایی عباس میرزا ما اینم داریم که به همین میرزا صالح شیرازی امری میکنه که در روزنامه های اروپا و خصوصا انگلستان و بریتانیای اون زمان اعلامیه میده و میگه هر کدوم از مهندسان و معماران و متخصصان اروپایی بیان در تبریز و به ما در ساخت و ساز کمک کنن، ما یک قریه یا دهی رو به اینا اختصاص میدیم که اینجا زندگیشون تامین بشه. یعنی دقیقاً اون چرخش تمدنی رو عباس میرزا فهمیده بود. بازم من تاکیدم اینه که در کنایه ما روشنفکرایی داشتیم یا مدرن اندیشه‌ای داشتیم یا به قول شما منورالفکرایی داشتیم که این اندیشه مدرن رو منتقل می‌کردن و تئوریزی می‌کردن و ثمره اینا هست، یعنی ثمره اولیه اینا هست که مثلا ما دارالفنون تهران رو داریم، دارالفنون تبریز رو داریم و اینا یواش یواش راه رو باز می‌کنه و یک تبار اجتماعی و سیاسی و معرفتی می‌سازه که جوانه‌های بعدیش رو ما در استقرار نظام مشروطه می‌بینیم. بله خیلی هم خوب. من برگردم باز دوباره به صحبت خانم عسکری راجع به این که این تأثیر تجدد بر دین چه بود و برخورد دین با تجدد چه بود. نکته همینه، یعنی هرچه حرف میزنیم به همون سمت داره میره. دقیقا ببینید تجددی که با عباس میرزا شروع میشه و به هر حال با هم دوره هاش، قصدش اینه که امر سیاسی و اجتماعی را نافش از آسمون ببره. چون دین، ببینید به خصوص دینایی که ما راجبش حرف میزنیم، راجب اسلام و به هر حال مسیحیت و یهودیت و خدمتتون عرض بکنم دینهای به اصطلاح سامیت، دینهای خاورمیانه، اینا بند نافشون به آسمانه. مدرنیته همونطور که آقای حقدار گفت و خدمتتون عرض کنم، در حقیقت بگیم تجدد، یه ترم کلی برش استفاده بکنیم، در دوره رنسانس اروپا در قرن مثلا 15 و 16 و 17 و اینا، یکی از کارهای مهمی که میکنه همینه که میخواد ناف سیاست رو و به تبعش مسائل اجتماعی رو از آسمون ببره. مخالفت با دین نمیکنه، نمیگه دین باید نابود بشه. یعنی بعضیا متاسفانه الان هم از اون ور پشت بوم میافتن و مثلا وقتی میگن ما سکولاریم یعنی انگار باید دین نابود شه، چون این چیزی نیستش. این اصلا برداشت اشتباهی از سکولاریزه شدن و سکولاریسمه. سکولاریسم نمیگه دین نباشه، میگه دین نباید در دستگاه سیاسی باشه و مبنای عمل سیاسی قرار بگیره، وگرنه تو برو دیندار باش، تو مسلمان باش، تو مسیحی باش، یهودی باش، بهایی باش، یا هر چیزی که میخوای باش. این دقیقا همون کاری که عباس میرزا میخواد بکنه و اون پروسه تجددگرایی که در ایران کلیدشو میزنه قصدش اینه. نمیگه دینا رو نابود کنید بندازیدش تو جوب یا حالا هر چیزی، میگه آقا جان دین در سیاست نباید باشه و مبنای عمل سیاسی باید مسائل فیزیکی و ژئوپلیتیکی و اون چیزی که رو زمینه باشه. آخه میدونید اسلامگراها تو این 40 سال خیلی سعی کردن بگن سکولاریسم یعنی دین ستیزی و ضدیت با مذهب و اینا، رو ما باید باز کنیم. شاید برای خودمون زیاد این مسائل چیز نباشه، میشه گفت بدیهی باشه، ولی این رژیمه که در ایران حاکمه چنان مفاهیم رو تخطئه کرده که بعضا بد نیست درباره اینا روشنگری بشه. مشروطه هم یا من میگم مشروطه، تجدد پیش از مشروطه که بعداً در مشروطه بزرگترین و مهمترین تبلورش رو پیدا میکنه، هم قصدش همین بود. به اصطلاح میگن خواست سیاست را گیتیانه کنه، یعنی جهانی و زمینی بکنه. این یکی از میشه گفت یکی یا شاید بزرگترین چیزه، دستاورد تجدد برای ما که البته هنوز هم به پیروزی نرسیده و ما هنوز بعد از
نزدیک 200 سال دست به یقین با این مسائل در خدمتتون هستم. من دقیقاً همینطوره. ببینید من اشاره کردم که یکی از لایه‌ها یا اضلاع منظومه تمدن مدرن اصلاح دینیه. اصلا قابل قبول نیست که تمدن مدرن دین ستیزه، بلکه اومده تعریف جدیدی از دین میکنه، دین رو از حوزه سیاسی و اجتماعی و اخلاقی میبره به حوزه شخصی. این چیزیه که اتفاق افتاد در غرب و خوب منتقل شد به ایران، با اینکه مخالفت هایی بوده از طرف قشر آخوند سنتی و ارتضایی که دنبال حفظ منافع قبلی خودشون بودن، ولی در ایران این اتفاق افتاد. یه لایه هایی رو ما در دارالسلطنه تبریز میبینیم، یه جاهایی هم نامه های تاریخی که به یادگار مونده به دست ماها رسیده، مثلا فتحعلی شاه با نماینده ناپلئون دیداری میکنه و در اون دیدار میپرسه چه اتفاقی داره اونجا میفته. جز به مفاهیمی که به این پادشاه وقت منتقل میشه اینه که بله مثلا کلیسا جای خودشه، دولت جای خودشه. به تعبیر امروز خود شما هم اشاره کردید، جدایی امر سیاسی از امر اعتقادی یا امر مذهبیه. اینا اون موقع منتقل شده بود. بازم در مسئله تجدد در ایران به نظر من اولین چیزی که در تجدد اعتقادی اتفاق افتاد گسستی بود که محمد علی باب شیرازی از سنت قدمایی انجام داد و بحث شریعت رو تمام کرد و دستان مظهر اولیه این جریان کسی نیست به غیر طاهره قرة‌العین. رسما اعلام کرد که با برداشتن این حجاب انگار تمام شریعت تمام شده و درست هم میگو. یادمون نره که اون دوران واقعا اون ظلم و ستمی که قشر پایگان دینی انجام میدادن قطعا پادشاهان قاجار انجام نمیدادن، از این جهت که اینا دین را ملعبه دست خودشون کرده بودن با اجرا و صدور احکام ناسخ و منسوخ به تمام اخلاقیات و عرفیات و اجتماعیات و حتی معیشت مردم میزدن. و این تجدد اعتقادی که در ایران انجام گرفت توسط باب و ادامش بهاییت و تحول دین اجتماعی سیاسی به دین شخصی و از پشت سر گذاشتن مسئله شریعت، یکی از لایه‌های تجدد در ایران است که متأسفانه در این 150 سال گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته. البته این یه سابقه قبلی هم داشته. ما در مکاتباتی که نادرشاه افشار داشته به این مسئله برخورد می‌کنیم که ایشون اصلا اولین کسی بوده که تولرانس مذهبی رو در ایران پایه‌گذاری می‌کنه و هر 5 تا مذهب شیعه و سنی رو برابر اعلام می‌کنه. یعنی میتونیم به تعبیری بگیم که بابیگریه که در حقیقت پروتستانیسم اسلامیه، نه شیعه‌گریه. چون بعضن تلاش میکنن شیعه‌گری را به عنوان پروتستانیسم اسلامی به ما غالب کنن، در صورتی که اصلا مؤلفه‌های پروتستانیسم رو نداره و به قول شما شخصی کردن دین از شمایل ها بریدنش، چون پروتستانیسم عملا شمایل شکنه دیگه. میاد میگه که این عکس ها، این تصاویر، این نمیدونم صلیبایی که میسازی، این نقش و نگارا، اینا معنی نداره و اینا باعث میشه که بین آدم با خدا یا آفریننده فاصله بیافته. این چیزی که تو کاتولیسیسم هستش و حالا کار با این نداریم. شیعه‌گری خودش به نظرم بزرگترین نمادگراس اتفاقا، یعنی کاملا شمایلیه. شما نگاه کنید شیعه همش علامت گردانی میکنه، عکس میکشه، حالا عکسایی که صورتش شاید نورانیه، یعنی به شدت علاقه به شمایل گردانی داره شیعه. و بعدم این که اصلا تلاشش این نیستش که دین رو از ساحت سیاسی جدا بکنه، اتفاقا شیعه‌گری از بی خوبان سیاسی‌گریه. اینه که من می‌خواستم همین رو خدمت بگم. در تایید فرمایش شما ببینید اصلاح دینی تعریف داره، یه مؤلفه هایی داره. اصلاح دینی همونی که دین رو از حوزه اجتماعی و سیاسی بیرون کنی و ببری در پستوی قلبه های شخصی افراد و یک نوع ارتباط شخصی بین مؤمن و متافیزیک باشه. این کار رو لوتر انجام داد، ولی در اسلام خصوصا روایت شیعه، خصوصا روایت شیعه ایرانی یا به تعبیر هانری کوربن اسلام ایرانی، این اصلا قابل تصور نیست و نمیتونه. به خاطر دو تا مؤلفه، من نمیخوام وارد این بحث نقد دینی بشم، فقط اشاره میکنم و رد میشم.
به خاطر دو تا مفهوم، یکی مفهوم خاتمیت، یکی مفهوم عصمت. وقتی دینی این دوتا را داره یا فرقه یا مذهبی این دوتا را داره، اصلا نمیتونه تحول را بپذیره. بازم اشاره میکنم که این ریشه در مسائل قرآن و آیات قرآنی داره که تجدد را چیز مذمومی میدونه، یعنی تغییر را چیز مذمومی میدونه. متافیزیک از پیش داده شده هست، ازلی و ابدی هست و هیچ وقت نمیتونه اصلاح پذیر بشه. و به خاطر همین هم هست که بعد از مشروطه مفهومی که به غلط رواج پیدا کرد و امروزه هم کاربرد سیاسی پیدا کرده به عنوان روشنفکر دینی، نوع اندیش دینی، اصلا یک مفهوم پارادوکسیکاله. ممنون خانم عسکری، ببخشید ما جو بحث گرفتمون رو فراموش کردیم که باید افسانه برنامه رو به شما بسپاریم در خدمت شما. خواهش میکنم، اتفاقا به خیلی از سوالایی که من میخواستم بپرسم شما خودتون جواب دادید. ولی پیرو سخنهای آقای حقدار میپرسم که چگونه از افرادی مثل سروش میاد و میخواد تعریف تازه از دین بکنه و بگه که دین به هر حال میشه که تازه بشه، در جایی که ما میدونیم که به هر حال دین اسلام اصلا در درون خودش تازه نمیشه و خود اون کسایی که به هر حال روحانیت همیشه میگن، ولی یه تعدادی مثل سروش و امثال هم میخوان به خاطر اینکه میبینن که دین در خطر، اسلام در خطر و مردم رو گردان شدن و نمیخوان به هر حال یک کودک یا یک نوجوان فرق میکنه با پدر مادر خودش، یک نسل جلوتره و جدیدتره. حالا چطوری ما میتوانیم چیزی که 1400 سال بیشتر پیش گفتن همون اجرا کنیم و به هر حال با شرایط نو همخوان کنیم، ضمن اینکه خب به این پی بردن امثال آقای سروش و میان و میخوان یک تعریف تازه از اسلام بکنن. واقعا باید چی گفت؟ یعنی آدرس اشتباه دادن به مردم نیست؟ بفرمایید. با اجازهتون میخوام این سوال یا صحبت شما را پیوند بزنم به بحث تجدد در ایران و ناتمام بودن تجدد در ایران در این 150 سال گذشته، به این معنی که مفاهیم ما نتونستیم یا پیشینیان ما نتونستن مفاهیم رو درست به کار ببرن. همین موردی که خود شما اشاره کردید که امثال آقای سروش اینا میگن نوسازی در دین و دین رو نو بکنیم، این یک بار معنایی داره، یه مفهومیه. من یادم هست که آخونزاده تاکید میکنه که تا قوه خیال عوض نشود ما به هیچی نمیتونیم برسیم. ببین اساس رو باید در اونجا ببینیم و من سعی میکنم از نظر تبارشناسی بازم برگردم به اون دوره اول رویارویی ایران با تجدد، اونجا چه اتفاقی افتاد و چطور نتونستن مفاهیم رو بگیرن که ادامش ایدولوژی های سیاسی و پارادوکس هایی هست که اشاره کردم. در اون دوره منوران فکران اون دوره به خاطر ضرورت و احساس نیاز به نوسازی با همه چیز صادقانه برخورد میکردن و خیلی رادیکال و آوانگارد برخورد میکردن. نمونش مکتوبات کمال الدوله آخونزاده که دو رکن اصلی دین سنتی رو به تیر نقد میسپاره، یکی شریعت یکی عرفانه، و آخونزاده خودش فهمیده بود به خاطر ارتباطی که با دنیای مدرن و اروپا داشت، فهمیده بود که دین اسلام اصلاح پذیر نیست مگر روایت جدیدی بشه، به اون تعبیری که خدمتون گفتم که دین بیاد به حوزه شخصی. اما من بیشتر حرفم اینه که هم در مسئله اعتقادی و دینی، هم در مسئله سیاسی و اجتماعی، حتی اخلاقی، مفاهیم درست سر جای خودش به کار برده نشده که ما امروز میتونیم از پروژه ناتمام مدرنیته در ایران اسم ببریم.
من فکر میکنم مشکل اصلی در اون دوران هست. اون دوران را ما باید از دید امروز و به صورت انتقادی روایت کنیم و قرائت کنیم و بفهمیم و با همون روشنفکران اولیه وارد گفتگو بشیم. امروزه به نظر من بی‌تعارف بگم بیشترین اون آدمایی که به عنوان روشنفکر و روشنفکر دینی خوانده میشن در حقیقت وانموده ای از روشنفکری هستن. حق واقع یا حقیقت روشنفکری در اون دوران است که به خاطر نیاز و مقتضیات زمانه و پاسخ به رفع نیازهای جامعه ایران و انسان ایرانی دنبال سوال پرسش‌های جدید می‌گشتن و جواب‌های جدیدی می‌دادن که من تعبیر می‌کنم به عنوان مدرن اندیشان اون دوره. البته لایه‌های دیگر هم باید در نظر بگیریم، یک بعدی نگاه نکنیم که مثلا یکی یه رساله تئوریک نوشته یا مثلا عباس میرزا مثلا اومده یه نهادهایی رو ساخته. در کنار اونا لایه‌های دیگه‌ای هم وارد ایران میشه و بازم در آذربایجان ما اینا رو می‌بینیم که مثلا اولین اپرا در آذربایجان ساخته میشه، نوشته میشه و اولین مدارس دخترانه در تبریز و آذربایجان ایجاد میشه. حدوداً 35 سال قبل از انقلاب مشروطه و این ادامه پیدا میکنه تا میرسه به مکتب سازی یا مدرسه سازی نوین میرزا حسن رشدیه. مجموعه اینا رو ما در نظر بگیریم در حقیقت یک گوشه ای اختصاص داده میشه به تفکر اعتقادی که گفتم اساسش در بابیه و بهائیت است. من امشب میخوام بگم حسرت میخورم که آقای خلف نیست با ما، به خاطر اینکه ایشون هم با شما موافقت داره که اسلام به این طرزی و ترتیبی که وجود دارد اصلاح پذیر نیست. این باید ساحتش عوض بشه اگر قراره به اصلاح برسه. یعنی حالا یه بحثی من قبلا با ایشون کردم و امیدوارم هفته دیگه که ایشون در خدمت شما هستن، چون این برنامه تجدد رو ما قرار گذاشتیم دو برنامه باشه، گفتیم یک برنامه براش کافی نیست، هفته دیگه آقای خلف در خدمت شما خواهم بود و من دیگه مرخصیم و از پای تلویزیون برنامه رو تماشا میکنم. اون موقع امیدوارم که این بحث باز بشه که چرا اسلام به این ترتیبی که هست اصلاح پذیر نیست، به خاطر اینکه البته خب میدونید قرار نشد ما انتزاعی ابسترکت بحث کنیم، یعنی بستر تاریخیش مهمه و اینکه تو چارچوب تاریخی قرارش بدیم، ولی آقای خلف من میدونم حرف داره در باب این مسئله و امیدوارم هفته بعد همگی این ادامهش بدید. اما برگردیم به اصل صحبتمون که در حقیقت دوران پیشا مشروطه است و آقای حقدار هم راجب سفرنامه های ایرانی هایی که به خارج رفته بودن صحبت کردن که این یک وسیله ابتدایی شد برای آشنایی ایرانی ها با فرهنگ و تمدن غربی. من فهم خواهم یه اشاره بزنم و بعد دیگه بیام خدمت شما خانم عسکری که برعکسش هم صادقه. یعنی از همون آخر 17 و دیگه از قرن 18 شروع میشه که اروپایی ها هم راجب ایران یا به اصطلاح بله الان من میکروفونم باز حرف بزنم دیگه. آره شما دوستان میفهمید. الان بست صدای من میاد. الو قطع شدم یا صدا میاد؟ سفرنامه ها جالبه، مثلا خودم قطع شدم صدای شما نشد. بله مثلا ما نامه های پارسی ولتر مونتسکیو رو داریم که سال 1821 می نویسه راجع به دو تا تاجر بازرگان ایرانیه که میان توی پاریس تو فرانسه و مشاهدات خودشون رو، یعنی مثلا با همون فرهنگ ایرانی اون موقع که دارن راجع به پاریس بیان میکنن. البته خب مونتسکیو از این وسیله استفاده میکنه برای نقد جامعه خودش، ولی جالبه در همون زمانی که ما داریم سفرنامه مینویسیم راجع به اروپا و تو ایران خواننده پیدا میکنه، متقابلا تو اروپا هم یه چنین چیزایی هست. حالا بیشتر میشه گفت به صورت تخیلیه با اطلاعات ناقصه، ولی خیلی جالبه که این رابطه دو طرف است. اما ببینیم
اونا به کدوم سمت میرن، اروپا به کدوم سمت میره با این آشنایی که از ما داره و ما به کدوم سمت میریم. این هم میتونه خودش یکی از بحثایی باشه که چرا ما کمیت تجدد طلبی بود لگ میزنه. در خدمتتون هستم. من برگردم به صحبت خانم عسگری که سوالاتش در رابطه با بحث تجدد در ایران ورودش و چیز به اصطلاح نتیجه‌ای که از اون گرفته و سرنوشتی که پیدا کرد، به یه مورد من اشاره کنم. در همون سفرنامه ها چند تا از مفاهیم و نهادهای مدرن مدنی و سیاسی منتقل میشه و در دوره عباس میرزا یه ابتدایی اونا اجرا میشه. من فکر میکنم یه پیوستی هست با بین دوره عباس میرزا تا برسیم به مشروطیت از نظر سیستم اداره مملکت. ببینید در دوره عباس میرزا آگاهی که به دست آورده خود عباس میرزا از طریق همون اروپایی ها و غربی ها و سفرنامه ها که منتقل میشه، ایشون به این نتیجه میرسه که اگر ما بخواییم حکومت رو ادامه بدیم و به دنیای جدید وارد بشیم، هیچ راهی نداریم الا اینکه دولت منتظم یا مبتنی بر نظم داشته باشیم. یعنی مالیات ها با نظم گرفته بشه، حق رعیت به نظم شناخته بشه و تقسیم ثروت به نظم بشه. این نکته اولیه است. از اینجا و با اداره‌ای که در منطقه آذربایجان داشته، فراموش نکنیم که آذربایجان از دوره آخر صفویه به صورت خاننشین‌های شهری اداره می‌شده. به تعبیری خودمختاری محلی داشته، درصدی از مالیات را به پایتخت یا مرکز حکومت می‌فرستاده. همون برنامه را ما در دارالسلطنه تبریز داریم. یعنی عباس میرزا درست چیز ولیعهد پادشاه یا شاه قاجاری است، ولی یک خودمختاری محلی داره و میتونه تبریز رو اداره کنه یا ایالت آذربایجان را. در دوره بعد از عباس میرزا آخرین خاننشین های آذربایجان مثل خوی و ارمیه از بین میره و یک ایالت اداره میشه. من میخوام بگم این استمراری که خدمتون گفتم، ادامه این و استمرار این رو ما در دولت منتظم میبینیم، در دولت مشروطه میبینیم که مشروط به قانونه و تدوین قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی میبینیم که نماینده های مجلس اول از آذربایجان اینو ارائه میدن و مورد تصویب قرار میگیره و بعد از اینکه دوره پهلوی ما وارد میشیم اصلا اجرا نمیشه. یعنی اگر این خودمختاری محلی سیاسی مدرن اجرا میشد، قطعا یکی از لایه‌های مدرنیته رو ما میتونستیم شاهد بشیم در ایران. در چیزهای دیگه هم همینطوره. در همین تویی شدگی نهادهای مدرن در دوره جمهوری اسلامی، تعبیری که پیش از این صحبتم با هم به کار می‌بردیم، ما مثلا در ایران امروز مثلا مجلس داریم، پارلمان یه تعریف داره، تفکیک قوا داریم، ولی هیچ کدوم اینا واقعی نیستن. چطور میشه یه نهاد یا سیستم اجرایی مدرن رو با یه حکم حکومتی ولی مطلقه فقی از بین برد؟ بس در حقیقت ما اینجاها عقیم بودن مدرنیته در ایران رو میبینیم. بازم من تاکیدم اینه که بیشتر فرهنگ سازی نشده. اگر در دوره پهلوی اول و دوم و یا قبل از اون نهادهای مدرنیته یا مشروطه یا فرهنگ مدرنیته و مشروطه به صورت آموزش و پرورشی در می اومد و در کتاب‌های درسی از این مفاهیم گفته میشد، قطعا ما به این وضعیت فاجعه بار امروز نمی رسیدیم. یعنی بیشتر تاکید من بیش از بحث سیاسی به بحث معرفتی و تاریخیه که تا یک تمدن یا فرهنگی را ما نهادینه نکنیم، فرهنگ سازی نکنیم، قطعا نمیتونیم از ثمرات و نتایج آن بهره مند بشیم. یعنی در حقیقت میشه اینطور گفت که عدم تمرکزگرایی و مرکزگرایی یکی از مؤلفه های همون تجددگراییه که در دوران عباس میرزا و بعداً مشروطه انجام شد و پیش گرفته شد، منتها از بعد از اون به مسیر دیگری افتاد و ما میشه گفتش که اقتدارگرا شدیم، مرکزگرا شدیم، حکومت مقتدر مرکزی، اختیارات به ایالات و ولایات، و میشه گفتش که اصولا حذف کردن این و همه چیز را به مرکز وصل کردن، و این خودش میشه گفتش که یه جورایی تبلور استبداد
حکومتی در قطع کشوری، یعنی دستور از مرکز میرسه برای همه جا. یعنی من اجازه بدید یه تعبیر رو به کار ببرم. از دوره عباس میرزا تا دوره استقرار مجلس اول در مشروطیت و حتی تا دوره چیز اولیه تغییر سلطنت به پهلوی، ما یه روایت کثرت‌گرا از مدرنیته داریم، بدون اینکه ارزش گذاری من بکنم. اینو ما مدیون مدرن اندیشان آذربایجان هستیم، چون تلاقی دو تا دنیا، یکی استانبولی هست که دوره تنظیمات و مشروطه و این نوسازی های سیاسی این منو داره، یکی هم روسیه هست که از طریق اون اندیشه های به اصطلاح مدرن فرانسه و اینا منتقل میشه. اینا رهیافت کثرت‌گرا رو دارن به مدرنیتی که ثمرش همون بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی است و خودمختاری و مرکز نداشتن به قول شما. بعد از دوره تغییر سلطنت به پهلوی ما روایت وحدتگرا رو داریم از مدرنیته، یعنی به زور میخواد یه چیزی رو مدرن کنه در ایران. خب طبیعیه که این جواب نمیده و به یه فاجعه دیگه راه میبره. و دوره اول من بازم یک مثال بزنم، در دوره مشروطه انجمن غیبی تبریز جایی که پارلمان محلی داره، در پارلمان موادی که لازمه تصویب میکنه برای ساخت و ساز و سازماندهی سیاسی و اقتصادی منطقه و برای توشیح یا صحه گذاشتن میفرسته به تهران و به مجلس شورای ملی. این برنامه رو ما در دوره پهلوی نداریم. من به این تعبیره که فکر میکنم در دوره اول، دوره آشنایی ایرانیان با تجدد، رهیافت کثرت‌گرایانه هست. در دوره دوم رهیافت وحدت‌گرایانه است که به این فاجعه امروز رسیدیم. بسیار هم خوب. آقای حقدار، شما قبل برنامه به من گفتید، به من نگو فقط راجع به تبریز حرف بزن، بذار من راجع به همه ایران حرف بزن. یکم راجع به بقیه‌شو بگی. من خدمتتون گفتم من یه مورخم، من اسناد تاریخ دلوم تو کتابام نوشتم و هست و چیز بستا الهامم به من نشده. من بر مبنای منابع تاریخی قبلی خدمتتون دارم صحبت میکنم و اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده روایت میکنم، در حقیقت من راوی اون تاریخی که اتفاق افتاده هستم. نه خواهش میکنم، شوخی میکنم باهاتون، میگم چون من یادتون باشه با خانم عسکری اون سوالایی را که به شما اختصاص داده بودیم، گفتیم شما راجع به عباس میرزا در آذربایجان حرف بزن، بعد شکایت کردید به ما، گفتید نه بذار راجع به همه ایران حرف بزنم، بعد الان شد همون که ما گفتیم. ولی به عرض برم شوخی میکنم. آقای پرچیزاده ببینید، من تعبیرم از اون دوره اینه که ما یه مملکت محروسه ایران داشتیم. در روزنامه های اون دوره بازم البته چیز سوءتفاهم نشه، در تبریز روزنامه چاپ میشد، میگفت نوشته بود اخبار ممالک محروزه آذربایجان. محروزه یعنی حفاظت شده و حراست شده، به معنی اینی که همین چیزی که خود شما درست به کار بردید، یعنی مرکزگرا نبودن اون دوره. متأسفانه در تاریخ نگاری ایران، تاریخ نگاری چیز آمیخته با ارزش گذاری سیاسی شده. دوره پهلوی وقتی تاریخ می نویسن برای اینکه خودشون رو محق نشون بدن، دوره قاجاریه رو خراب می کنن. همانطور که دوره جمهوری اسلامی وقتی راجب دوره پهلوی تاریخ می نویسن، اون موقع همه خائن بودن، مملکت فروخته شده بود، استقلال نداشتیم و الان همه چیز گل و بلبله، در حالی که این نیست. سند تاریخی هست که به ما اجازه میده تحلیل تاریخی بکنیم. اسناد تاریخی نشون میده که اون دوره در کجا چه اتفاقاتی افتاده. خانم عسکری، من باز معذرت میخوام، باز هم ما رفتیم به آره، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم، بحث بسیار داغ و شنیدنی هست. از آقای پرچیزاده میپرسم چون راجع به دوران مشروطیت و پهلوی ها صحبت کردن. خب ما مدرنیتری در دوران پهلوی واقعا زندگی کردیم، ولی یه اشکال داشت. اشکالش هم در این بود که از یک طرف رو به مدرنیته آورده بودیم، تکنیک و به هر حال از هر نظر
رو به مدرنیته و رو به غرب داشت، از یک طرف به شریعت اعتقاد داشت. و فکر می‌کنم که یکی از مشکلات دوره محمد رضا شاه مخصوصاً این موضوع بود. خواهش می‌کنم تو این زمینه صحبت کنید و بگید که مگر می‌شود که حکومت به هر حال هم مدرن به مدرنیته نظر داشته باشد، هم به دین نظر داشته باشد. بفرمایید. بله، خواهش میکنم. ببینید، ما چون قرار راجع به قبل مشروطه حرف بزنیم، من باز جواب سوال شما رو با قبل مشروطه میدم، نه با دوره پهلوی. اون رو بسپارید به برنامه بعدی، خودتون خواهید بود، آقای خلف و آقای حقدار هم خواهم بود حرف بزنید، ولی الان راجع به قبل مشروطه است. ریشش در همون جاست. آقای حقدار هم تجدد به ایران وارد در دوران پیشا مشروطه، ولی خیلی چیزهای دیگه هم بود که در همون زمان یا وارد شد یا در ایران داشت توسعه پیدا میکرد. یکیش همه مسئله بیداری اسلامی به اصطلاح یا اسلامگراییه. این هم از همون قرن 19 هم شروع میشه. یعنی در این حال که ما تجدد رو داریم از قرن 19 هم، حالا بگید 18 هم، ولی تو 19 هم بیشتر تبلور پیدا میکنه، وارد میشه به ایران بر اساس نیازهایی که جامعه نیاز داره. ولی اسلامگراها هم اون موقع بیکار نشستن و اینا، مثلا ما سید جمال الدین اسدآبادی رو داریم حتی اون آخراش، و اینا دارن شروع میکنن یه تئوری پان اسلامیستی درست بکنن که مرزهای مدرن ملی را در بنوردن و یک سرزمین اسلامی درست کنند، که حالا اینا بعداً تو دوره ما تبدیل میشه به مثلا هلال شیعه جمهوری اسلامی. ببینید از کی شروع میشه، مال امروز نیستش، 100 سال 200 سال 250 سال شاید اینا قدمت داشته باشه. خب ببینید، این عناصر اسلامگرا در همون موقع هم حضور داشتن دیگه، میان همینا تو کار عباس میرزا و فتحعلی شاه خلل ایجاد میکنن. این فتواهایی که این ملاها میدن برای جهاد و بند و بسار، این داره در حقیقت حکم آسمانی رو با حکم حکومتی یا سیاسی اوورلپ میکنه. اون میخواد سایه بندازه رو این. این در تواریخ هست. حالا آقای حقدار اینجا نشسته. من یکی از دلایل شکستای بله، یکی از دلایل شکست‌های متعدد ایران در جنگ‌های روسیه تزاری همین بود که ملایان فتوا می‌دادن، مردم با بیل و کلنگ می‌رفتن اونجا. همون نظم به هر حال کلاسیک و سنتی هم که در ارتش ناپیشرفته ایران بود، اینا به همش می‌ریختن. حالا اینا آخوندا اینو کردن به عنوان افتخاراتشون. یا خدمتتون عرض کنم، مثلا جریان فتوای توتون و تنباکو، میرزای شیرازی، این یک فتوای مرتجعانه است. کار نداریم واگذاری امتیاز به رویتر در چه شرایطی بوده، اما قدم به سمت مدرن کردن ایرانه، میخواد تکنولوژی غربی رو به ایران وارد بکنه. ولی اینا میان میگن آقا پای هرچی غربی رو باید ببرید، نمیدونم قلیون ها رو بشکنید و فلان کنید و بیشتر کنید. اینا افتخارات آخونداست امروز با عنوان نمیدونم وطن دوستی و البته این ظاهر کاره، یعنی در حقیقت اسلام دوستیشونه، شیعه دوستیشونه. هر یعنی کار مرتجعانه ای رو که تو این تاریخ 120 ساله 200 ساله شما بگید انجام دادن، اونا پای خودشون به عنوان افتخار نوشتن. خب همین جریان تو دوره پهلوی هم ادامه داره. یعنی ببینید، همه تفسیر گردن محمد رضا شاه نندازیم. محمد رضا شاه هم یکی از خود ما بود، یک ایرانی بود در درجه اول، با همین مشکلات معرفتی که اکثر ما داریم. تازه اون از بسیاری جهات به جلو هم بیشتر نگاه میکرد. خب مشکلات خودش داشت، دیکتاتور بود، میشه گفتش که در ظاهر مدرنی داشت، ولی در درونش هنوز به همون ذهنیت شیعه بود. گفت چی، من خواب کیو دیدم؟ حضرت عباس اومده به خوابم، من نشون کردم. از این صحبت ها زیاد میکرد. در هر صورت، یعنی میخوام بگم محمد رضا شاه رو از خودمون جدا نکنیم، از ماست که بر ماست. او هم یک ایرانی بوده با همه مشکلات معرفتی که ایرانیان داشتن، حالا در جایی قرار گرفته بوده که
جای سیاسی مهمی بوده و این چیزا بیشتر تو چشم می‌زده. ولی می‌خوام اینو بگم، بسیاری من میدونی جمهوری خواهم، باز دوباره اینجا اعلام بیعت بکنم با جمهوری خواهی، نگن رفته سلطنت شده. بسیاری از این کسایی که امروز یقه محمد رضا شاه میگیرن برای اینکه چرا مشهد میرفتی، چرا مکه میرفتی و مدینه میرفتی و خودشون ببینید اون موقع چه کاره بودن. همه خودشون کسایی هستن که با ذهنیت شیعه گری به اسم ملی و چپ رفتن زیر علم خمینی سینه زدن و من روز انداختن. من معذرت میخوام، حرف طولانی شد، در خدمتتون هستم. پاشم من در تکمیل فرمایش شما، البته در همون محدوده تاریخی تا مشروطه، موردی رو خدمتتون بگم. ببینید، همانطور که اشاره کردید، جنگ‌های ایران روس و شکستی که به ایران وارد شد باعث شد که اون اعتقادهای سنتی فرو بریزه، اعتقاداتی که مبتنی بر قضا و قدر بوده و خداوند به ارتش اسلام کمک میکنه و کفار رو از بین میبریم، برعکس شد، کفار مسلمانان رو از بین بردن. بین پارانتز بگم که هیچ آخوندی دغدغه وطن نداره، اصلا آخوند وطن نداره، چون خودشون معتقدن که ما امت واحده هستیم. و اصلا بحث اینی که آخوند وطن پرست عین همون پارادوکسیکال روشن فکر دینیه. این پارانتز بسته، من یه موردی رو بگم. از اون شکست اعتقادی که قضا و قدر رو با بنبست مواجه میکنه، همون بابیه در میاد. بازم در پیوست تاریخی تا دوره مشروطه، من اینو خدمتتون میگم، بعد از ظهور باب، امیر کبیر که به عنوان صدر اعظم نوگرا و نواندیش مطرحه و تا حدودی هم درسته، اولین کسیه که بابی کشی رو راه میندازه و فتوای آخوندا را قبول میکنه که باب رو اعدام کنن. یعنی در حقیقت اون لایه تجدد اعتقادی رو این با بنبست مواجه میکنه. به جای تولرانس یا حفظ اعتقاد شخصی و همون اصلاح دینی، بازم میدان میده به آخوندهایی که با احکام ناسخ و منسوخ همه کار هستن. ادامه همین هست که ما بازم در مجلس اول مشروطه میبینیم که همون سیطره شریعت خواهی باعث میشه که هیئت نظار 5 نفر رو تحمیل میکنن به عنوان اینی که آخوند مشروط خواه و مشروع خواه داریم، که اینم یه تقسیم غلط تاریخیه و احکام رو، قوانین مصوبه اولین قانون اساسی ایران را منوط میکنن به اجرای احکام شریعت و تایید امام زمان. یعنی در حقیقت ما نطفه اولیه انقلاب اسلامی رو اونجا میبینیم. این ضعف تجدد سیاسی در ایرانه. اگر اون پیوست قبلی رو ادامه میدادن و منکوب اهل شریعت نمی شدن، قطعا مثلا ما وضعیتمون اینجا اینطور نبود و در اون موقع بهترین و مترقی ترین قانون اساسی رو در کل جهان شرق ما ارائه می کردیم و متاسفانه به تیر غیب و عین شریعت خواهی خورد. و البته گفتم این یک بحث تاریخیه که اصلا ما آخوند مشروط خواه نداریم، که آخوند مشروط خواهی که امروزه خیلی از اصلاح طلبای حکومتی خود ساخته واسه خودشون الگو قرار دادن به عنوان میرزا محمد حسین نائینی و رساله تنبیه الامه. این آخوند به اصطلاح نوگرای مشروط خواه میگه مجلس شورای اسلامی همون شورای زمان پیغمبره، حقوق همون حقوقیه که امام سجاد گفته. امام سجاد در رساله حقوق خودش حقوق بنده رو نسبت به معبود گفته، حقوقی که ما در دنیای مدرن داریم یه چیز دیگه ایه. البته اینو من به عنوان دلیلی میارم که مفاهیم سر جای خودش ننشسته. به قول معروف ما مشکل مفاهیم داریم در دنیای امروز ایرانی. یعنی برمیگردیم به همون حرفی که اولی زدیم. بله. در خدمت شما هستیم خانم عسکری. خواهش میکنم و فکر میکنم که نتیجه گیری این صحبت ها اینه که دین در واقع نمیتواند حکومت کند و دین و حکومت باید هر کدام در حوزه خودشان زندگی کنند. دین باید شخصی باشه و به هر حال هر کسی از هر دینی که داره و به هر حال میدونه اعتقاد داشته باشه، ولی توی سیاست و حکومت دخالت نکنه. اگر که
مشکلی که همین امروز هم که داریم صحبت میکنیم در کشورمون هست و تا زمانی که دین بخواد حکومت کنه بازم همین مشکل ادامه خواهد داشت. بفرمایید جناب پرسیزاده، ضمن این که باید کم کم برنامه رو به پایان برسانیم، خواهش میکنم بفرمایید. فرمودید دین نمیتونه حکومت کنه، عرض میکنم چرا میتونه حکومت کنه، ولی نتیجهش اینه میشه که داریم میبینیم. دین میتونه حکومت کنه، این نتیجه حکومت دینه و تمام پروژه تجدد در ایران برای این بود که ایران به چنین روزی نیفته. ولی ببینید مشروطه سر راه این قضیه است و نقطه کانونی و نقطه عطف پروژه تجدد در ایرانه که میاد با همه گرفتاری‌ها بالاخره حکومت قانون ایجاد میکنه، توی پارلمان درست میکنه، قدرت شاه رو محدود میکنه، میگه اختیارات نمایندگان مردم بیشتر باید بشه و اونا تعیین کننده باشن در امور کشوری. خدمتتون عرض بکنم اقسام بالاخره نمودهای هم مدرنیته و هم مدرنیسم رو مشروطه یه حول محکمی به جلو میده. الان میبینیم بعد از اون مشروطه که صد خورده سال داشتیم، سال 1285 به فرمایید 1906، ما الان در مرحله‌ای هستیم در ایران که اسلامگراها حاکمن و 40 سال مملکت رو دارن هی به قهقرا میبرن. این صحبت هم ادامه‌ش واسه بعدنه ها، که پروژه تجدد خواهی و مشروطه در ایران به پایان نرسیده و هنوز ادامه داره و ما نیروهای تجدد خواه که رگ و ریشه به هر حال فکری خودمون رو فرقی نمیکنه کجا ایران باشیم، هر جای ایران باشیم، به عنوان ایرانی رگ و ریشه فکری خودمون رو داریم به اون دوره وصلش میکنیم و در اون دوره میبینیم. عباس میرزا، خدمتون عرض بکنم، ملکم خان، امیر کبیر، با همه عیب و ایرادایی که ممکنه در کارشون بوده باشه، اما آدمایی بودن که میخواستن ایران را از تاریکی نجات بده و به جلو ببرن. ما هنوز درگیر هم پروژه ایم. 200 سال این جنگ چه عرض کنم، از سمت ما جنگ نبوده، ما خواستیم اصلاح بکنیم. جنگ را دشمنان تجدد با ما کردن، اسلامگراها، کمونیستا، اینا کسایی بودن که چرا نکشتیم، خونشون رو نریختیم، ولی اونا بودن که همیشه ما رو گذاشتن لب جوب و گلومون رو بریدن، ما رو کارد زدن، کارداجین کردن، ما رو دار زدن، ما رو تیرباران کردن. ببینید هنوز این نبرد یه جورایی میشه گفت، من دوست ندارم زیاد اینجوری تعبیر کنم، نبرد خیر و شر یا روشنایی تاریکی، ولی این نبرد روشنایی تاریکی هستی که هنوز ادامه داره و ما هنوز داریم تو همون مسیر شمشیر میزنیم. شمشیر ما هم قلم ماست. حالا امیدوارم در هفته آینده ادامه اینو که دیگه با آقای خلف هم میاد بگیرید تا امروز برسیم. من در خدمتتون هستم. شاید آقای حقدارم فکر میکنم نتیجه گیری داشته باشن. گوش بدید. بله، من نتیجه گیری اینه که ببینید با اون صحبت هایی کردیم، اون پیوسته و گسسته های تاریخی و معرفتی و به امروز رسیدیم، من فکر میکنم که برخلاف خیلی از چپ های شکست خورده که معتقدن که مشروطه شکست خورد، مشروطه شکست نخورد در ایران. مشروطه و پروژه مدرنیته ناتمام بود و امروزه با این وضعیتی که ایران داره، من فکر کنم تکمیل پروژه مشروطیت یا مدرنیته در ایران با تحقق سه تا مسئله میشه امکان پذیر باشه. یکی توجه جدی و عمیق و معرفتی و تاریخی به مسئله حقوق زنان، دومی توجه جدی به حقوق اقوام، سومی مسئله حقوق باورها و اعتقادات. یعنی اگر ما به جامعه‌ای بتونیم برسیم که اونجا بهایی و سنی و شیعه و مسیحی و یهودی علی‌السویه باشن در برابر قانون، همانطور که شهروندان آذربایجان، شهروندان بلوچستان و شهروندان خوزستان علی‌السویه باشن در برابر قانون، و همانطور که فراتر از مسئله جنسیتی و جنسی زنان و مردان علی‌السویه و برابر باشن در برابر قانون، ما میتونیم از این شکستای موقتی نکامل و عقیم بودن و بن‌بست خوردن مشروطه و مدرنیته بگذاریم و شاید شاهد یک ایران دموکراتیک و مبتنی بر حقوق مدرن باشیم. اینم اضافه کنم، حالا که شما فرمودید
فراتر از جنسیت و اینجور چیزا زن و مرد، پس دیگه از قلم نندازیم دیگه، تراجنسی ها هم هستن، هم جنسی ها هم، همه شون. من معذرت میخوام خانم عسکری، ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، منظورم همین بود که تا زمانی که دین بخواد حکومت کنه این مشکلات هست و واقعا همونطور که ما تو کشور خودمون حدود داره دیگه کم کم میشه 40 سال به هر حال دورتر که حمله عراق بود و حکومتی که کردن و نزدیک جمهوری اسلامی، و میبینیم که نه تنها در کشور ما این همه مشکلات هست، به منطقه هم کشیده شده و تا جایی که دین بر نگرده و به اون حوزه شخصی خودش نره و در واقع حکومت نباید بکنه، حکومت که بیاد و بخواد حکومت کنه، همین آش و کاسه که داریم در کشور خودمون میبینیم و با پوست و گوش لمسش میکنیم. بسیار خوشحال شدم جناب حقدار، خیلی لطف کردید که در برنامه حضور پیدا کردید. در خدمت شما هفته آینده نیز خواهیم بود با جناب خلف و میرویم و دوران مشروطه در واقع و ادامه قاجاریه و مشروطه بررسی میکنیم. حتما آقای پرچیزاده هم میشینن برنامه رو نگاه میکنن و نقد میکنن. تشکر میکنم از جناب بهبهانی که برنامه ما رو همراهی کردن و کارگردانی فنی کردن، و سپاس میگویم به تمام بینندگان عزیزی که برنامه رو همراهی کردن و به هر حال امیدوارم که بینندگان گرامی هم نقد و نظر خودشون حتما به ما اطلاع بدن، و بدرود میگویم تا درود دیگر. پاینده باشید و پاینده ایران. من هم از شما و آقای پرچیزاده تشکر میکنم و تشکر ویژه‌ام رو برای آقای بهبهانی دارم که این فرصت و این فضای تعامل فکری و همفکری و دیالوگ‌های به واقع دموکراتیک رو فراهم می‌کنن. سپاس از همگی، وقتتون خوش. خدا حافظ. خدا نگهدار.